داشته باشید، من بعد باشه سید بزرگوار، من با شما زیاد عرض کردم. ببین برادر بزرگوار من، مراجع همه اینا یک فرد که نیستن، اینا آدم های مختلفی هستن. اونایی که اما ملاک اعلمیت چیست؟ ببینید وقتی ما مرجعیت از برای چیه؟ برای تقلیده. تقلید منظورش چیه؟ تقلید اینه که شما احکام شرع را از عالم دین میپرسید که صلات، مثلا نماز احکام چیه، نکاح چیه، طلاق چیه، تجارت چیه، این امور احکامش چی هست. خب این در این امور بین مجتهدین اختلاف دیگر، در اینا نظراتشون یکی که نیست. در اینجا بله، اینجا امر اعلم از بقیه امر او اعتبار دارد. در جایی که اختلاف باشد بین اعلم و غیر اعلم، و مسئله منصوص هم هست، این در کتاب اصول کافی بله نوشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه، که اونجا در باب اختلاف الحدیث، که وقتی که اختلاف پیدا بشود، قال الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. يعني وقتی که ما فرض میکنیم که بین مجتهدین اختلاف هست، در اینجا چی بگوید؟ امام علی السلام فرمود اون حکمی که اعدل بگوید و افقه بگوید و اصدق بگوید و اورع بگوید. و ما میدانیم که بقیه شروط که اینها در عدالت و در صادق القول بودن، اونها که مفروغ عنها، مرجع تقلید باید صادق القول باشد، دروغ نگوید، عادل باشد. لذا افقهیت این معتبره، هم عقلا هم نصا و شرعا. لذا افقهیت منظور مشخصه، افقهیت که آمده در منظور هست که باید از اعلم تقلید کرد، نه اینکه افقه در بقیه امور باشد. اعلم در استنباط احکام شرعیه، شما وقتی که پیش دکتر میرید، میگید پیش دکتری که لایقتر باشد آدم باید مراجعه بکند. خب منظور از لیاقت کدام لیاقت؟ لیاقت در فن دکتری، در فن طبابت. او اگر لایق مثلا در رانندگی، لایق هست در خلبانی، دکتر خلبانم هست، او اصلا مورد نظر نیست، او اجنبی از موضوع هست. افقهیت واضح و روشنه که افقهیت در استنباط احکام شرعی می باشد. و چون برادر بزرگوار من این واضح و روشنه که از افقه باید پیروی کرد، از اعلم باید پیروی کرد، بله جواز برای پیروی نمودن از غیر افقه باقی نمی ماند. مراجع همه هم اینا که یکسان نیستن، یک نفر که نیستن که شما بگید که چرا اینا عددشان زیاده، چرا دفتر زیاد باز کردن. خب شما برید نصیحت بکنید، بگید منم مخالف اینم که دفتر زیاد باشه، مراجع زیاد باشه. بارها هم خدمت شما گفتم خیلی از این مراجع اصلا حکومت ایران اینها را به خاطر همین درست کرده، چون سیاست آقای خامنه ای اینه که خود ایشان چون اهل مرجعیت نیست و تقلید ایشان هیچ وقت نمیتونه گسترده باشه مانند تقلید آقای خمینی، و به خاطر اینه که ایشان نمیخواد که مرجعیت منسجم بشه در یک فرد، دو فرد، سه فرد. ایشان قاعدش اینه که اگر مرجع خودش نشود، مرجع عالم خودش نشود، مرجعیت باید اینقدر منقسم بشود در بین افراد گوناگون که مرجعیت اصلا بله صفوفی از مراجع باشد که مرجع اینها هیچ وقت یک شخص، دو شخص، سه شخص قوی ظهور پیدا نکند تا برای او تهدیدی نباشد. این سیاست خود اجازه بده، اجازه بده. من حرفای شما را بارها جواب دادم، شما بازم حرفای سابق را تکرار میکنید. بعد اینا را برادر بزرگوار من اجازه بده بعد اینا را بگوی شما دفتر باز نکنید. خب برید شما بگید که دفتر باز نکنید، حرف شما را کسی گوش نمی کنه. حاجی آقا یه کلمه من به اجازه بدید خدمت شما، بفرما بعد من پای صحبت شما هستم. بفرما صحبت این که شما میفرمایید که یکی دو تا سه تا باشید اشکال ندارید، ولی بیشتر از اینکه باشید نه، من نگفتم یکی دو سه تا باشه اشکال نداره. ایران اینجور پیش اومده اصلا دو تاش ایراد دارید. ما میخوایم بگیم که زعامت باید روی یک شخص قرار بگیرد که معلوم بشه اون شخص. خود شما میگید که ملاک، ببین خود شما میگید ملاک کلام اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام نگفته که مرجعیت در یک فرد باشه، نگفتن. شما این را پیش خود از جیب خود اضافه میکنید. ما بارها من خدمتشون بارها من به شما گفتم اجازه بده گوش کن بزرگوار، اجازه بده گوش کن، خدا حافظشون. بارها من خدمت شما عرض کردم این حرف را که دلیلی ندارد که مرجعیت در یک شخص باشد. گفتم شما میگید، بازم میگید که ما میگوییم در یک شخص باشد. شما میگویید، شما حرف شما که اعتباری ندارد بزرگوار، شما میگویید که مرجعیت در یک فرد باشد. اهل بیت علیهم السلام که نگفتند، اهل بیت علیهم السلام ارجاع دادند به احادیثشان و به راویانی که احادیث اهل بیت علیهم السلام را نقل میکنند. آره، این راویانی که احادیث اهل بیت علیهم السلام را نقل میکنند
بله او مرجع تقلید و مجتهدی، او باید آدم از او بگیرد که او از پیش خود چیزی زهرماری را اضافه نمی کند از اهل بیت علیه السلام. حالا در اون مسائلی که اختلافه، در اون مسائلی که اختلافی، از اون کسی که علمش بیشتره، دانشش بیشتره، بیشتر کلام اهل بیت علیه السلام را میداند، میتواند خوبتر بفهمد، از او باید پرسید. این ملاک برادر عزیز من. حالا اگر عدد اینها در آن واحد 3-4 نفر باشند که در یک سطح علمی باشند، این مانعی ندارد. در یک سطح علمی باشند، در یک سطح علمی باشند، این مانعی ندارد. و کلام اونها هم فقط زمانی، بله زمانی، زمانی درسته که موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشد. اگر موافق کلام اهل بیت علیهم السلام باشه، هیچ نباشد، هیچ گونه حجیتی ندارد، به اندازه سر سوزن حجیتی ندارد. و مرجعیت امروز بله دست وزارت اطلاعات هست، دست بیت رهبری هست مرجعیت. و مرجعیت مراجع توسط اونها چرخانده می شود، ما مراجع توسط اونها تعیین می شود. ولذا شما اگر بله فساد، تمام فساد امروز در پای مرجعیت، بله تمام فساد امروز در پای مرجعیت. از سابق هم اینطوری بوده که کسانی بودن که اهل مرجعیت نبودن، ادعای مرجعیت می کردن. امروز هم این چنین هست، کسانی هستن که بخاطر هوای نفس یا بخاطر اینکه وزارت اطلاعات اونها را تعریف کرده و اونها را جلو انداخته، یک حرفای امروز از کسایی که ادعای مرجعیت دارد من میبینم که اصلا اینا چقدر جاهلند، یعنی عوام محضن، جاهل مرکب. یک کسی در قم به نام دکتر صادقی تهرانی، آیت الله العظما، فقیه قرآنی، عجب انسان جاهلی، سبحان الله، من همچین جاهلی کمتر دیدم. تازه ادعایش از همان بزرگتر، از آقای قویی هم اجازه اجتهاد داره. عجیبه که آقای قویی به همچین آدم اجازه اجتهاد داده، اگر اون جلی نباشد. ولی خب عجب حرفای باطلی، سبحان الله، سبحان الله. بعد ادعای مفسر بودن قرآن هم داره، آدم شاخ در میاره از حرفای باطلی. عجب فاسد العقیده، عجب اصلا کوچکترین مسائل رو نمیتوند استنباط بکنه. من واضح و روشنه به امروز، امروز فساد خیلی عظیمه، فساد علما مجتهدین مراجع از همه عظیمتره، بله از همه عظیمتره، از همه بزرگتره. و بله سالم النفس بین اینها آدم های خیلی کمی هستن، سالم النفس اغلب اینها آدم های درست نیست. بین نگاه محترم، کسانی هم که میخوان در امر تقلید خوب بر کلام اهل بیت علیهم السلام عمل بکنن، توصیه من به اون بهترین راهش اینه، بین نگاه نیست برای از چی کسی تقلید بکنید، بهترین راهش اینه، سالمترین راهش اینه که شما توسل پیدا بکنید به امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام خودش معرفی میفرماید. شما بینندگان عزیز در هر امری از امور زندگی اگر آدم خوب توسل کند به امام عصر علیه السلام، جواب از خود صاحب الزمان علیه السلام می آید. این بستگی داره که شما باید توسل بکنید. شما اگر گریه بکنید، نصف شب بلند بشوید، نماز بخوانید، بله لباس پاک بپوشید، بعد یک کمی بر سید الشهدا علیه السلام گریه کنید، بعد زیارت عاشورا بخوانید، زیارت آل یاسین بخوانید، گریه کنید، دو رکعت نماز بخوانید، هدیه کنید به امام زمان علیه السلام، بعد از امام زمان علیه السلام بخواهید که مولای من، شما مولای عالم هستید، شما سید عالم هستید، شما حجت خدا هستید، شما به اون کسی که مورد نظر شما هست که من از او باید امر دینم را یاد بگیرم، شما به من معرفی بکنید. بله بله، اگر این کار اگر یک شب جوابش نیامد، دو شب جوابش نیامد، تا که نیامد این کار را ادامه بدید. این جواب از جانب صاحب زمان علیه السلام یا در خواب یا در بیداری حتما میاد. در بقیه امور زندگی هم همچنینه، در بقیه امور زندگی هم همچنینه. آدم اگر در امری متحیر باشد یا پیش آدم جوابی نباشد، چاره کار نباشد، از صاحب زمان علیه السلام بخواهد، صاحب زمان علیه السلام جواب میده.